صد سلام و صد درود، لحظه های پاکتان پرترانه و سرود، آسمان خنده تان با پرستاره باد ماه، ابرهای غصه تان گم شود میان چاه. بعد سالهای جنگ، فیر و موشک و تفنگ، آسمان پروبار بارش تگرگ و سنگ، چشم های خسته میهن عزیزمان انتظار می کشد بچه های مهربان. وقت آن رسید است آب را روان کنیم، سرزمین خسته را زنده و جوان کنید. در سال 1946 میلادی بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور حمایت از کودکان سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که در ابتدای شکلگیری انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل نام گرفت. سپس در سال 1953 میلادی یونیسف یا United Nations International Children's Emergency Fund یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید. یونیسف اعلام داشته که فقط با اختصاص $5 برای هر کودک میتوان جان 90% از کودکانی را که سالانه میمیرند نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم کافی است که فقط مبلغ 6 هفته بودجه تسلیحاتی جهان هزینه شود. پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. دولت هایی که این معاهده را امضا کردند معذف به اجرای آن هستند و شکایت های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می شود. این کنوانسیون در 20 نوامبر سال 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر سال 1990 میلادی لازم الاجرا شده است. انسان موجود اجتماعی است و در ادوار گذشته تاریخ بشریت انسان‌ها بیشتر به زندگی اجتماعی روی آوردند. خانواده کوچکترین عضو جامعه بزرگ بشری را در سطح کره زمین تشکیل می‌دهد. هر خانواده متشکل از اعضای کوچکتری به خصوص کودکان و پدر و مادر و سایر اعضای خانواده می باشد. کودکان و نحوه تربیت ایشان که وابسته به خانواده و مجموعه‌ای که در آن متولد شده اند و با آنها زندگی می کنند رابطه مستقیم دارد. از این رو در هر جامعه‌ای که بخواهد در آینده به فلاح و رستگاری، آسایش و پیشرفت و ترقی دست یابد، باید اطفال و کودکان خیش را به درستی تربیت کنند. اسلام نیز به این موضوع اهمیت خاص داده است. پیامبر گرامی اسلام فرموده است که به خاطر تربیت فرزندان به همون فرزندان خود، اولاد خود، کودکان خود احترام قائل باشید و احترام بگذارید، اکرام کنید اونها را، برخورد درست و سالم با اونها داشته باشید و آداب اونها را، ادب اونها را نیکو بگردانید و این مسئولیت را، این تکلیف را انجام میدید همانند سایر تکالیف الهی که انجام میدهید، رحمت و رضوان و مغفرت الهی نصیب شما میشه. در انجام این مسئولیت دینی و الهی هم مغفرت الهی نصیب شما میشه، یغفر لکم، شما مغفرت گردیده میشوید و مغفرت الهی شامل حال شما میشه. ولذا از دیدگاه اسلام کاملا اهمیت فرزند، این که در یک حدیث دیگری ما داریم که بنون نعمت هستند و بنات حسنات هستند و از نعمت ها پرسیده میشه و بر حسنات ثواب داده میشه، اینها همه نشان دهنده اهمیت کودکان و فرزندان از دیدگاه اسلام است. خب از اونجایی که اطفال یک آینده سازان جامعه هستن و اسلام هم تاکید زیاد روی ای داشته، مثلا بالای تربیت و تعلیم اطفال داشته، حتی زمینه هایی برای رشد و تعلیم آنها فراهم کرده و در مرحله نخست گفته که اطفال باید نخستین مرحله که اینا سپری میکنن مرحله بازی و سرگرمی هست. یعنی اسلام گفته اطفال، زندگی اطفال مراحلی داره و باید این مراحل به شکل درستش سپری کنه.
اولین مرحلهش مرحله بازی و سرگرمی اطفال هست. هیچ وقت همیشه اسلام تأکید داشته که اطفال را نباید از بازی و سرگرمی اونها را محروم کنیم. بعضی از روانشناسان معتقد هستند همچنان که مثلا یک کودک به آب و هوا نیاز داره، همه قسم این کودک به بازی نیاز داره. یعنی تا این مرحله این بازی را مهم تلقی کرده و میگه همین مرحله میتونه یک شخصیت ساز واقعی باشه در کودکان، که همین مرحله بازی بعدها تأثیرات خودش را مثلا در مرحله نوجوانی و حتی گهگاه در پیری میتونه داشته باشه و شخصیت سازی کودک از همین مرحله ابتدایی شروع میشه. افغانستان بیش از 4 دهه است که در آتش جنگ های داخلی و انواع دخالت های بیگانگان می سوزد. اما در این میان کودکان قربانیان اصلی این جنگ های خانمان سوز هستند. در جریان جنگ های اخیر در سطح کشور هزاران تن از اطفال و کودکان جانهایشان را از دست دادند و بسیاری از آنها دچار قطع عضو شدند. فقر، بیکاری، بیچارگی، کار شاقه اطفال و کودکان، انواع مختلف آزار و اذیت کودکان، عدم تربیت صحیح و معیاری از جمله مشکلاتی هستند که کودکان در افغانستان با آن دست به گریبانند. وقتی در یک جامعه جنگ و ناامنی باشه، اطفال در جامعه به شکل درست نمیتونه تعلیم و تربیت ببینه و او موجهای منفی که در جامعه بوده تاثیرات خودش را بالای رشد تعلیم و تربیت اطفال داره. و از جمله تخریبات این معضلات و جنگ ما میتونیم محروم شدن اطفال از تعلیم و تربیت را بدانیم. در اثر این مشکلاتی که مثلا در جامعه پیدا میشه و خیلی از اطفال مثلا مجبور میشن که ترک تعلیم بکنن، همچنان که ما شاهدیم در افغانستان فعلا خیلی از اطفال دور از درس و تعلیم هستن و علتش هم یگانه علت مهمش همی جنگ و ناامنی و بروز مشکلات اقتصادی هست. بله، ما زیاد کودک های جامعه خود میبینم که در سرک ها بود رنگ میکنن و آنها نان خوردن درست ندارن و پدر و مادرشان یا مریض است یا فوت کرده و یا شهید شده در جنگ ها و بعض دوست های خودم هم در اثر همی جنگ ها در افغانستان کار میکنن و خرج روزمره خود به سختی پیدا میکنن و آنها نمیتونن صحیح درس بخونن. یعنی واقعا در رابطه با این چیزا فقط یک گفتنی دارم که اون باز درس هست. میخوایم درس بخونیم، میخوایم درس بخونیم که فردا اینا را از روی کوچه و بازار جمع کنیم، یک پناهی برای از اینا باشم. و واقعا وقتی میبینم اینا این کار میکنم و من در چی جایگاهی هستم، واقعا در وجودم یک چیزی تکان میخورد، خیلی دلم بد میشد. واقعا یعنی خیلی بد است دیگه. و ایرم یک چیز میگم که این امتحان برای کل ماست. اگر امروز نخواهیم درس بخونیم، فردا آینده ما مثل اونا میشه. خداوند داره ما را امتحان میکنه. زندگی راه و سفری برای امتحان است. اگر آل نخواهیم دست به کار شیم و پارچه خود حل کنیم، فردا روز دست خالی میمونیم و در اوجه هیچ چیزی نیست. و اما تأثیرات عدم تربیت درست بر روی کودکان و اجتماع بسیار مخرب هست و عواقب بد و ناگواری را برای جامعه انسانی به بار خواهد آورد. تربیت یک موضوع بسیار مهم است که خصوصا در دین اسلام روی این موضوع بسیار تاکید صورت گرفته. در متون دینی ما احادیث، روایت ها و آیات های قرآن کریم خیلی زیاد داریم که توصیه و تاکید بسیار فراوان روی چگونگی درست تربیت کردن اطفال صورت گرفته که به اونا نمی پردازیم، قضیه طولانی تر میشه. اگر طفل درست تربیت نشه و متاسفانه یک زندگی شخصی ناموفق و یک به اصطلاح عامیانه انگل جامعه و یک کسی که جامعه از او خیر و سود نمی بینه تقدیم میشه. یادآوری کردیم ما انسان‌های به نام مثلا به عنوان‌های دروغگو داریم، انسان‌های پرخاشگر، انسان‌هایی که تعدی می‌کنن، تجاوز می‌کنن، فسادهای اخلاقی را متأسفانه ما شاهد هستیم. اینا دقیقاً و
برمیگرده مستقیماً به تربیت اولیه اطفال. بالای شخصیت سازی کودک یکی والدین تأثیر داره، یعنی خانواده، بعد محیط و ماحول یا مو اجتماعی که درش زندگی میکنه تأثیر مستقیم داره بالای شخصیت سازی کودک، و دوم مدرسه یا مکتبی که در او تحصیل میکنه. این سه تا عواملی هستن که در شخصیت سازی کودک نقش مستقیم و مهم بازی میکنه. و اگر در جواب سوال بعدی تون میتونیم بگویم که اگر همی کودک در همی مثلا راستایی که نقش مهم بالای شخصیت سازیش داشته باشه تعلیم و تربیت درست نبینه و تأثیر مثبت نپذیره، طبعا این شخصیت کودک شخصیت منفی بار میه که این میتونه بعدها باعث بروز مشکلات در جامعه شود. مثلا از قبیل همی جنگ هایی که ما میبینیم در کشور رامی افته بیشتر تأثیر از این تأثیرات منفیش برمیگرده به دوران کودکی اینها، به خاطر که اینها در کودکی نتونستن مثلا از محیط و محل مدرسه‌ای که در اونجا تحصیل کردن تربیت دیدن یا امو خانوادهشان درست به شکل درستش تعلیم و تربیت ببینه، و معمولاً شخصیت اینها از کودکی به شکل مثبت بار نیامده و این میتونه باعث همین بروز جنجال ها و مشکلات و جنگ هایی که ما شاهدش هستیم باشه. کودکان دارای روح لطیف هستند و فارغ از هر گونه تبعیض و جنجال های اجتماعی که اغلب بزرگسالان با آنها گرفتارند، میخواهند در آینده درس بخوانند و با اختیار شغلی و حرفه‌ای مناسب با آبادانی کشورشان بپردازند. میخوام در آینده یک فرد اجتماعی باشم، یک کسی که بتونه دین شرح بده، یک کسی میخوام باشم که بتونم یک جامعه را برش یک چیزی بنهادم یا یک چیزی برش بتونم بفهمانم که از طریق او فهم بتونم کشور خود آباد کنم. من میخوام که داینده یک دکتر شوم و برای ملت خود دکتری کنم و آنها را از بلاهایی که اونا را تعقیب میکنن نجات بدم. این وقت هم باید درس بخونم تا بتونم در آینده افغانستان به بهترین شهر جهان تبدیل کنم. شاید من بتونم دیگه خیلی کارا کنم. گفته نمیشه هر نفرایی که داخل کوچه هم بود رنگ میکنه، اگه حالی درس خونده بودن مادر پدر خوب دیشته بودن، حالی اونا هم میتونستم میگفتن همین چیزا. من میخوام در آینده یک فوتبالیست شوم. پلان من است که در افغانستان صلح سرتاسری بیاید. میخوام فروش فیصلم شوم و در کشور خود یک صلح سراسری بیاورم. کودکان از جنگ خستند و میگویند اگر همدیگر را نپذیریم راه نجاتی برای مردم ما وجود نخواهد داشت. آنها از تلاش و رسیدن به آرزوها و اهداف کودکانهشان که همانا آینده جامعه بزرگ بشری است سخن میگویند. در دنیای میخوایم زندگی کنم که درس بیشتر باشه و در اونجا جنگ نباشه و اطفالا و کودکان در این مملکت بتانه سعید درس بخونه با آرامی بدون کدام تشویش درس بخونه. ایجان ایتمام که هیچ وقت جنگ از جنگ دشمنی نباشه، فقط مام که محبت باشه، پر از قشنگی باشه، از بهشت هم که خوبتر باشه. یعنی ما وقتی که میخوام خودم در مقایسه با او نفرایی که در کوچه و بازار اند قرار بتون، واقعا دیگه اونا حقشون اینیست، باید از حقانیتشون و از حقانیت و حقوقشون بهره ببرن. بهره اونا یک محیط سالم است، یک زندگی صلح‌آمیز، یک پدر و مادر خوب، یک زندگی سالم، تفریحات عالی، داشتن امکانات برای درس خواندن و ساختن این وطن، بازسازی این وطن. واقعا حق اونا ای است دیگه در مقابل دنیا. این دنیا باید فقط همه را برای اونا فراهم کنه و بس. وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان نثارم،
وطن عاشقم بر شکوهت و از دور بود سنگ و کوهت و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم توی جان فضا ای دیارم وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت ز تو همچه گل بشکفت دل اگر در خزان یا بهارم اگر در خزان یا بهارم